شهید میذاری من یه توپ بزنم؟ اه از که ایتالا فوتبالیست شدی؟ برو بابا روز منم تو اون بزن. شهید ها دیگه بابا باش بازیل نزید چکار میکنی نچه ها؟ مگه کوری؟ آقا من هم بازی نمیشه. چرا نمیشه؟ تو هم بازی. نه بابا بازی خراب میکنه. اگه میخوای بازی کنی وایس اینجا یراقچی اومد آمار بده. بدون آقا تو بزنی بعدش ماییم برو. بله آقا ما راستی بیا بیا واه. اونجا چی کار میکنی؟ چی کار کنم؟ بیا چند تا توپ هم پرتاب کنی. برم کن بابا حوصله ندارم هیچی بازی نمیده. پس من اینجا چی کارم؟ بیا بادو دو نفری که حال نمیده حوصله آدم سر میره. چرا همش به اون تیکه میندازن؟ تو هیچ وقت ما رو بازی نمیدن. بیا بزن. چه خبر آقا؟ زنگ ورزشه یه کوچه است عزیز من. مگه نگفته بودم سنگ نیارید؟ آقا ما داریم هفت سنگ بازی میکنیم. اینو که دارم خودم میبینم. همه بیان دفتر، اون توپم ورد بیار. راستین، یزدانی، زاهدی، شما و شما. آقا شما برید سر کلاس. باقی همه بیان دفتر. من یه جلسه کوچولو دارم با آقای کاویانی. بعد برمیگردم خدمت همتون میرسم. بیا بالا ببینم آقا. چیه؟ دماغی؟ هیچی. چرا؟ یه چیزت هست. از اول زنگ ورزش تا حالا همینطور پکری. از دست خودم عصبانیم. ولم میکنی یا نه؟ نکن امتحان دیروز رو خوب ندادی. کی از امتحان حرف زد بابا؟ پس چی؟ زنگ ورزش رو ندیدی؟ ندیدی که چی با هم بازی نمیکرد؟ همه من اذیت میکنم. بهم میگن تو خرخونی خرخونی خرخونی. همه بهم میگن هیچی وارد نیست. کفرم در اومد. هر کی بگو خرخون خودش تنبله. یعنی تو فکر میکنی به جز درس خوندن هیچ کاری از من بر نمیاد؟ من اینو گفتم. منظورم به تو نیست، منظورم به بقیه بچهای کلاسه. همش اذیت هم میکنم، بهم گیر میدن. تو هم درست خوبه، ولی چرا همه با دوستم؟ چون من شهردار مدرسه‌ام. به خاطر همین هیچ که جرأت نداره با من بحث کنه. سعید ازت خواهش میکنم جدی حرف بزن. ببین اومدی که درس و نمره واسه تو اهمیت داره، برای من اهمیت نداره. به خاطر همین هست که شاگرد اولی. الان به جای کلمه فلان خون بعد یک کلمه میسازم که دیگه اعصابت خرد نشه. مشکل من همین کلمه است. همین کلمه است که داره منو میکشه. همین کلمه کفر منو داره برده. من باید این مشکل رو حل کنم. آقای مجید راستین، تو بهترین شهروند این مدرسه ای. خوش اومدی آقا راستین. بچه ها ساکت دیگه، یعنی چی اینجا رو بداشتیم سفر داریم بازی میکنیم شیم بابا. یه سری از بچه ها تحقیق علومشون آماده نشده، قراره همه بگن آماده نکردن. اگه تو ضد حال نزنی درست میشه.
با تشکر کلاس سه. آقای راستین پاشو تحقیق بچه ها رو جمع کن بیا. اجازه آقا. آقا فکر کنم قرار بود هفته بعد بیاریم. بله هفته دیگه گفتیم. عجیبه، من تاریخ امروز رو یادداشت کردم. مطمئنم حالا اگه همه تنبلی کردن حرف دیگه ایه. خیلی ممنون بچه ها، بفرمید. خدا نباشی. تو بشین پسرم. تو نباید تنبلی کنی، برای اینکه تا چند وقت دیگه باید تو المپیاد سراسری شرکت کنی. باید کوشاتر از بقیه باشی. آقای راستین تو نماینده دوستات هستی ها، درسته؟ چشم آقا. خسته نباشی آقا. خیلی ممنون. خواهش میکنیم آقا. آقا راستی خیلی لات شدی ها. به خونه گفتم بابا بچه آدم شده. نکن سوختم. مجی برو خونه بشین درس رو بخون، وگر نمیزه فرشید میشی ها. چی؟ عمرن کسی مثل من بشه؟ ببین بچه از من میشنه با اینو نگم. خب بذارید یک چند تا سوالم ازتون بپرسم ببینم وضع تاریختون چطوره. خب مراحل مختلف شیوه های زندگی بشر رو کی میتونه تعریف کنه؟ بزنم خرخون دستشو برد بالا. بگو راستی. خب آقا مرحله اول، انسان ها پس از دوره شکار و استفاده از میوه درختان کوچنشین و دامدار شدند و به اهلی کردن حیوانات پرداختند. آنها برای پیدا کردن مراتع مناسب از جای به جای دیگر می رفتند. آفرین پسرم. مرحله دوم؟ آقا مرحله دوم کامپیوترش هنگ کرده. آقا بلد نیستی. بلد نیستی؟ نه آقا بلد نیستم. کی میتونه ادامه بده؟ تو بگو کازمی. ما؟ آقا مرحله دوم هم دامداری هم کشاورزی، سوم همونو ادامه میدن، یه جانشین روسایی ندیم. چی داری میگی؟ این چه طرز درس جواب دادنه؟ جمله رو کامل بگو. روستا و اینا چیه؟ امتناعی هم میخوایی صفر و اینا بگیری؟ بشین. خود چشم. تو حالت خوبه؟ آره.
مگر که درس بلد نباشه مریضه؟ نه، ولی من مطمئنم که از قصد جواب ندادی. بلد نبودم، همین. یزدانی 14 دقت کن بگو. مطلع 16 باری کردم. عبداللهی 12 شدی، دقت کن. بیات 15 خوبه، باری کردم. بهجتپور 15 شدی، به جد پور باید کلا بهت نمیان. زاهدی 18، آفرین آفرین. کاظمی 17، باید کلا کاظمی، باید کلا. خسروی 14، دقت کن بگوید. زمانی فرشید، زمانی باید کلا، باید کلا. چند شدی فرشید جان؟ آقا تک شد، تک نشه، 12 و نیم بهت نمیاد. جدا؟ آره آره. برو عزیزم، بفرم. باشه، برو برو بشین. آفرین، برو برو. و اما آخرین نفر، گل سرسبد کلاس، راستین. چرا بابا؟ نه؟ آقا نخونده بودیم. آروم؟ آقا نخونده بودیم. باش برو بشین. نه شدم. شده 12 و نیم گرفتی؟ 12 و نیم خودم رو باور کنم؟ نوه راستین رو باور نمی کنم. پوریا من که هنوز گیجم. نگاه، بی خیال داره بازی میکنه. انگار نه انگار اون نمره فاجعه رو آورده. جب نگیرت حالا. ولی میان فرشید، یارو معلوم نیست چه مرگشه. شایی میگفت دیروز تا شب پای گرنه بوده. دروغ میگی مجید راسته. بابا این دیوونه شده. آقا چه خبره؟ آقا سواشو کمرشون رو بیار بالا. بینم ساکت آقا، چون فرون دانش آموزا بیان دفتر. به سال تو رو هم میرسم. بس کنیم. بشین بشین باشو. آقای راستین، برای آخرین بار دارم به تذکر میدم، برای من نظم و انضباط از شاگرد و اول و آخر بودن مهمتره. یک بار دیگه تو این دفتر ببینمت، پرونده زیر بغلت، به سلامت. با شما هم هستم. به سلامت.
نشستیم. باشو باشو رو سنگید. میخوام این آخر پیشته بشینم. ماشالله راستین، ما که عینک داشتی میرفتی زیر تخته میشستی، حالا که عینک نداری میه تای کلاس. یکی دو روز دیگه بابا. آقا من یکی مخالفم. حالا یکی دو روز که ایراد نداره، برای من فرقی نمیکنه. البته اگه آقا راستین برای معلمه خودشیرینی نکنه. من همیشه آرزو داشتم اون جلو بشینم، اما یه کلام کاری که همش این ته بشینم. من حاضرم جمعه با تبس کنم. و ایوه دمت کرد بابا. کتاباتون رو باز کنید. امروز راجع به فعل امر صحبت میکنیم. یه نصیحت چونه آشایی، این چند روز که تو محدود ما هستی حواست باشه معلم سوال که زیرتی با نشی جواب بدی. خودشیرینی تعطیل. چی واسه درد جواب دادن داره بابا؟ من حوصله کلاس هم ندارم، من اومدم اینجا این شما حال کنم. حال یعنی چی؟ یعنی این خیال بابا، ما اینجوری حال نمی کنیم، اینجوری یه لخچه اخراج ما میکنه. حال کردی؟ بابا از آب تکون نخورد. این مجید راستین، قبل اینکه درس رو شروع بکنیم شما بفرمایید دفتر اونجا تو بازی بکنید تا خدمتتون برسم. بفرمایید بیرون. بیرون. آقا مگه ممکنه؟ من 4 بار آوردمش دفتر. این حتما سرش به یه جای خورده. درسش خیلی افت کرده. برای منم عجیبه. معلمای دیگه هم همینو میگن. اینجوری اگه بخواد پیش بره به المپیاد ریاضی نمیرسه آقای کاویانی. والا موندم تو شکار کنم. میخواید من یه تلفن بزنم منزلشون؟ شاید تو خونهشون یه اتفاقی افتاده باشه. خواهش میکنم همین کارو بکنین شما. آقای زاره، شما با این بچه صحبت بکنیم ببینیم مشکلش چیه. چشم رو چشم. گرامی باد، 50% تخفیف آزمون های تابستان برای فرزندان فرهنگیان، فقط تا 22 اردیبهشت. فرهنگیان، نام شهر خود را به 1084-51 پیامک کنید. کانون فرهنگی آموزش قلمچی. قابل داری نیست، 30 سنه درشو باز نکردم، حالا گذاشتمش کنار، سر عرض بدم به نوام. دکتر جان، ما خیلی سر از این جواهرالات